امضای خود مرواریده دیگه. خر که نیستم جلو تو امضا جعل کنم. مروارید چطور بود؟ دلم میخواد قشنگ حال گوهیشو برام تعریف کنی. وقت حرف زدن ندارم. هر کاری که گفته بودی همه جا رو انجام دادم. میخوام اونایی تا رو ببینم. حالا حرف میزنیم. چه حرفی؟ گفتی بگیرمشون، بازیشون بدم، وضعیتشون کنم، اون پسره رو دست به سر کنم، امضا مروارید واسط بگیرم. همه این کارا رو کردم. حالا میخوام اونایی تا رو ببینم. تو چرا اینجوری حرف میزنی؟ آخه بوش میاد میخوای دب بکنی. آره خب تو آنایتا رو دوست داری. وای دوستش نداشتم که نمیذاشتم اینجوری منو بچرخونی. مثل اینکه عاشق حافظتم ضعیف کرده. من گفتم با مروارید آرمی یه بازی را بنداز. بازنده رو بزن، برنده رو تنبیه کن. بعد بیا دست آنایتا رو بگیر و ببر. ولی آرمی کاری کرد که بازیش بازنده نداشته باشه. یعنی الان اون دوتا آشغالی که میخواستن منو بزنن زندن. از قضیه رو باختی. تو دب بکردی. تو شرط کامل نکردی. قاعدش اینه که بهت بگم خبری از آنایتا نیست. ولی اینو بهت نمیگم. چون برعکس تو من اخلاقیات برام مهمه. من کسایی که عاشقن و دوست دارم بهشون احترام میذارم. بگو چی میخوای؟ این بقیه هیئت مدیره این همون فرمی که مروارید امضا کرد امضا میکنن. مروارید قضیه زدن منو با اینا مطرح کرده بود. اینا موافق بودن. تمام حقوقشون رو واگذار میکنن بعد گورشون از شرکت گم میکنن میرن بیرون. چه جوریشو خودت میدونی؟ فقط رو دستم جنازه نذار که وقت ماسمالی کردن ندارم. من فردا شب ساعت 3-4 پرواز دارم. اگه تا قبل از پروازم با فرمای امضا شده اومدی که آنایتا رو بهت میدم ببری. برغیر این صورت درزه آدم های خودم هم میتونستن این کارو بکنن. ولی من فقط دارم به تو یه فرصت دیگه میدم. بس مختو به کار بنداز. نظر بازید بدن. تو هم فهمیدی دستم زیر ساتوره نه؟ گفتم اون دب نمیاد. یه چایی میخوردی میرفتی بعد. به من عکس نشون دادن، گفتن مادرم و خواهرزادم اینجا هستن. شما رو نمیدونم کی هستین. ببین من شرایط خوبی ندارم. دوست ندارم مادرم حالمو بفهمه. پس هر حرفی میزنیم همینجا بین خودمون بمونه. شما کی هستی؟ با من نسبتی داری؟ تو عکسایی که بهت نشون دادن عکس من نبود؟ نه. یعنی تو واقعا هیچی یادت نمیاد؟ من هنوز جای چاقو رو گردنم درد میکنه. یادم نمیاد کیم و چی شده. یه سری آدم یه جایی که نفهمیدم کجاست منو نگه میداشتن. بیا اینجا. بیا. بیا این ماشین رو ببین. هر جا میرم دنبالمه. حالا توی همچین شرایطی به هم میخوره که بخوام با شما شوخی کنم؟
اسم من جاله است. تو شرکت با هم همکار بودی. در واقع تو یه جورایی رئیس من بودی. رئیس اون شعبه که با هم کار میکردیم توش. خب جاله، من میتونم به تو اعتماد کنم؟ تو تنها کسی بودی که من بهش اعتماد داشتم، ولی این دلیل نمیشه برای تو هم همینطوری باشه. خب پس با من بیا. ماشین داری؟ کجا میخوای بری؟ همون شرکتی گفتی رئیس شعبش بودم. سلام. قانونی در تلویکا تماشا کنید. به همراه 7 روز تست کاملا رایگان. چی؟ مرگ من؟ تلویکا. این دفعه رو به چی رو میگم و یه بار دیگه بیایی همینجا میگیرم میزنم. نه الان خیلی چیز عوض شده. من اول باید یه چیزایی به تو توضیح بدم. بعد اول به توضیح بدم کامل. باشه. تو ماشین بیان بگو چی عوض شده. کجا؟ قبل از اینکه بزننت یه آدرس برات آورده، تو رفتی به اون آدرس، این اتفاق اونجا افتاده. امروز با پگاه که صحبت میکردم یه چیزایی میدونست. گفتش که مثل اینکه حالا با دکتر زمانی در ارتباطه. دکتر زمانی کسیه که تو آسایشگاهش پگاه بستری بوده. مثل اینکه از آشناهای تو میشناسیش انگار. من فکر میکنم اگه با این دکتر زمانی صحبت کنی ممکنه یه چیزایی دستگیرم بشه. فعلا به نظر میرسه بهترین راه اینه که بریم سراغ کسایی که با حالا در ارتباطن. عکس هر دوشون رو هم نشون داده بودن. خوبه، پس فقط عکس من نشون ندادن. احتمالا فقط به تو یکی شک ندارن. ماشینه دنبالمونه هنوز؟ آره. وقتی رفتی میشه زمانی، لازم نیست اون بدونه که من چیزی یادم نمیاد. اگه اینطوری که پگاه گفته باشه که اون دکتر روانشناس، احتمالا خودش حدس میزنه میفهمه. میگم یعنی اگه سعی کرد بفهمه تو کمکش نکن. من به خودم هم شک دارم. شاید منم توی یه قضیه بودم که خواستم بزننم. شاید یه جور تصفیه حسابه. اگه تو یادت نمیاد من خوب یادمه. تو آدم پاکی هستی و تو هیچی نبودی. کشتم شرکت همه مثل تو بودن. اما جا به من زنگ بزن.
من یه کار فوری باید دارم، خیلی فوری، در ارتباط با آرمینه. میخوام با هم دیگه مشورت کنیم. خب حتما به من زنگ بزن، من منتظر افتمان. آرمین، من تا نیم ساعت دیگه میرسم خونه، باید کار فوری دارم. شاید بتونم یه چیزی رو برگردونم، بهم زنگ بزن، حتما باید ببینمت. منتظرتم. الماسی تمام. باشه مبارک. مبارک. خانم تبریک میگم. ممنون. همین زمینی که الان خریدی تا چند ماه دیگه میره تو تره باغ و باغچه، مجوز ساخت میگیره، قیمتش چند برابر میشه. کار مجوزش هم داره انجام میشه، ما در جریان. فقط اگه تو چند روز دیگه سندش رو واگذار کنید به فامیلی یا یه کسی که مورد اعتمادتونه، خیلی منطقی تره. یعنی خیلی چیزی به اسم خودتون نمونه. اینو دیگه بازرس یه وقت سر میزنه، مو رو از ماست میکشه بیرون. بعدش هم بازرس های نوزا دنبال رد پای رشوه‌ن دیگه، مخصوصا تو پرونده هایی که وام سنگین دارن. درسته، البته خودتون که بازرس صندوقی. هر چیزی که هست کار خیلی راحت تره، کسی که رشوه میده خودش بازرس باشه. نه آقای دکتر، برنامه زیادی دارن. الان پشت خطم بودم، دعوتتون کردم برای قرارداد خارجی. شما که میدونی بعضی مجوزا برای واردات رو میتونن به اعضای صندوق بدن. آخر هفته میتونم بلیط بگیرم، دو سه روزه بگیرم. بله هستم، تماس میگیرم خدمت. بسیار. پگاه قبلا مریض شما بوده، از شما میترسه، میگه کارهایی که شما کردین اذیتش میکرده. خب این خیلی طبیعیه که این حرفو بزنه، به هر حال پگاه توی شرایط روانیه که ممکن از هر کسی بترسه، خصوصا از دکترش. در حقیقت اون فوبیای مواجهه با افرادی رو داره که درونشو بهش نشون میدن. میدونین این بچه انقدر تحت فشار بوده که الان قوه تشخیص اینو نداره که کی داره به نفعش عمل میکنه یا به ضررش. من نمیدونم شما الان برای چی اینجا هستین، ولی اگه قرار باشه توضیح بدم در مورد روند درمان پگاه، طرف مقابلم حتما باید متخصص باشه یا حداقل به این حوزه آگاه باشه. ببخشید با این لحن صحبت میکنم بهمن جان. ما برای پیگیری روند درمانی پگاه نیومدیم. خب پس بیشتر از این گیجم نکنیم. داستان چیه؟ تو حاله رو میشناسی؟ منشی شعبه‌ای که من مسئولش بودم. حاله؟ نمیدونم، شاید یکی از بیمارای من باشه. من مریضای زیادی دارم ولی اسم همشون رو حفظ نیستم. آه بله 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 حاله بله میشناسمش. چطور؟ از کجا میشناسینش؟ من یکی از شاگردای کلاس نقاشی منه. مگه تو نقاشی درس میدی؟ بله. حاله به طراحی علاقه داشت، گویا تبلیغ آتلیه منو تو اینترنت پیدا کرده بود و چند جلسه هم دیگه رو دیدیم. میتونم یکی از نقاشیاتونو ببینم؟ خب خیلی عادت ندارم که کارمو دور بر خودم نگه دارم. شما نوشتهات همیشه تو جیبته؟ حالت هم خیلی خوب به نظر نمیرسه، درسته؟ نه خوبم. ولی پگاه شما رو دیده تو کافه با حاله. خیلی دلیل نمیبینم راجع به روابطم با شاگرده کلاس نقاشیم برای کسی توضیح بدم، چه شما چه پگاه، که تمرکز ذهنی درست حسابی هم نداره. دیگه دارین از حد میگذرونین. چجوریه بازجویی الان؟
قرار نیست شما در مورد ارتباطاتتون به ما توضیحی بدین. حالا یه پیامی دریافت کرده از یه سایتی که ربط داره به کسایی که بهمنو زدن. ما داریم دنبال اون ربط میگردیم. واسه همین هر کسی که حالا رو بشناسی و باش در ارتباط باشه رو باش صحبت میکنیم. شما موقعی که توی کافه با حاله حرف میزدین راجع به این موضوع صحبتی نشد؟ خانم من با حاله تا حالا کافه نرفتم. پگاه متوهمه و چیزایی رو میبینه که احتمالاً واقعیت نداره. در حقیقت شما آدم اشتباهی رو انتخاب کردین برای اینکه راهنماییتون کنه تا جدول مزنوناتون رو کامل کنین. البته من چون بهمن و قلبا دوست دارم خیلی دلم میخواد کمکتون کنم. راستش تو این مدت که حاله رو میدیدم لابلای حرفاش یه جمله رو هی تکرار میکرد. من آدمای اون عبارت رو نمیشناختم، واسه همین برای من جمله بی‌معنی بود، اما شاید بتونه به شما کمک کنه. چی میگفت؟ لابلای حرفاش هی تکرار میکرد که شاید همه آرمین رو مقصر بدونن، اما در حقیقت آرمین کاری رو انجام میده که نادر ازش میخواد. من نه آرمین رو میشناسم نه نادر، واسه همین جمله برای من معنی خاصی نداشت. من که معنیش رو نفهمیدی ولی خوب حفظش کردی. واسه که حال خیلی تکرارش میکرد و در ضمن حافظه منم اصلا مشکلی نداره. شما چطور؟ احتمالاً آرمین رو نمیشناسین یا این آقای نادر رو؟ به پردیس گفتم با صحبت حلش میکنم. نمیدونم این کاره یعنی چی؟ من برای خودم شخصیتی دارم. اگه این برگره امضا بکنم خانوادم نمیگن سهامت چی شرکت چی شد؟ اصلا زن بچه‌م باور نمیکنن که سهام شرکت یهو دود شد رفت هوا. من مثلا عضو هیئت مدیره اون شرکت بودم. من کاری ندارم تو زن بچه چی میگی؟ اگه امضا نمیکنی وای زبون دیگه باید حرف بزنم. مگه مغز خر خوردم؟ کلی زحمت کشتم تا رسیدم اینجا. پسرم پوستم رو میکنه. پسرت پوست رو میکنه آه؟ بله خب یه اون اشیاد گوهرم میرون میخوام شروع کنم. بچه ها بیا با هم کنار میا. من پرویز رو میشناسم. فردا پس فردا یه نفر تور میکنه تو رو هم بزنم. من هم دست و بالم خالی نیست. هر چی که بخوای بهت میدم. چیزی که من میخوام دست پرویزه. به منشیات بگو هر چی ریموت و کلید دست بزنم رو میز باید برم بیرون. خواهم صبر ریموت و کلید ها و ریموت ها رو بذار رو میز. خودتون هم برید. همه تون به جامعه. همه تون برید. موبایلامون دوباره گام شو. موبایلامون بشونه. من جبران میکنم. بذار من و پرویز خودمون مشکلمون رو حل میکنیم. تو منو ببر پیشش، من باهاش حرف میزنم، راضی میشه. هنوز ایرانه دیگه. انقدر حرف نزن، بشین اینا رو امضا کن. بجام من و آدمای خودم رو دارم. نمیدونم چند وقت واسه پرویز کار میکنی. نمیتونی همینطوری بزنی یا بری. منم واسه خودم شخصیت دارم. تو واسه خود شخصیت داری؟ یه دفتر چوسکی 6 تا منشی لازم داره. اونم 6 تا دختر 20 تا 30 ساله. آخه من چیکار کنم که تو راضی بشی؟ ببین من حوصله ندارم زنجیرمو رو گوش کنم. همین الان امضاش می‌کنی. واسه مهم نیست آدمای خودتو داری یا نه. واسه مهم نیست که چیکار می‌کنی. امضاش می‌کنی یا نه؟ بابا این تمام سهم من از شرکته. تمام زندگیمو پول کردم تا تونستم تو اون شرکت سهام بخرم. بمیرم هم امضاش نمی‌کنم. بمیرم امضاش نمی‌کنی نه؟ ببینی امضاش میکنی یا نه؟ بجام باش. اینجا اینجا عطفم از زور بالا سرت باشه ها؟ ماشینت کدومه؟ سویش ماشینت کدومه؟ کدوم طبقه؟ طبقه سوم پارکی. خالی نمندی؟ فکر نکن همه چی تمام شده. من پرویز رو ولش نمی کنم. تو هم آب خوش از گلوت پایین نمیره. من اگه دنبال آب خوش بودم جا میزنم. Thank you.
الارمی گوشی رو بردار. کارت دارم، گوشی رو بردار، از من قایم نشو. پشت در بمونم؟ حالا یه دقیقه لباس میپوشم بیام بیرون. یعنی اینقدر ازم میترسی؟ من از همه میترسم. منتظر میمونم. تو با پگاه چه ارتباطی داری؟ درباره من چی بهش گفتی؟ من اصلا چیزی به کسی نگفتم. پگاه موقعی که ما تو کافه نشسته بودیم مواظب بهم بود، دنبال تو بود نه من. خواهد من یه چیزی بهت گفته دیگه. بهمن و جاله که بی خودی نیومدن از من بازجویی کنن. چی بهت گفت؟ گفتش که تو نقاش نیستی، دکترشی. گفت اذیتش کردی با اون موسیقی که واسه من فرستادی، اذیتش کردی. من تا حالا تو رو اذیت کردم؟ خودت همیشه نمیگی وقتی باهات حرف میزنم آروم میشی. چرا؟ من رفعه پگاه بهت میگم. من سعی دارم آرومت کنم تا هم باید کمکم کنی. نظر حرفای بقیه رو رابطمون تأثیر بذاره. من واقعا ترسیدم، قاطی کردم. حالا جان میشه تو شرایطی که الان داری بعضی تصمیم ها رو من به جات بگیرم؟ میشه قول بدی هیچ وقت بهم دروغ نگی؟ بهت قول نمیدم دروغ نگم، اما بهت قول میدم کاری نکنم که به ضررت باشه. نرفت بیشتر میشه باور کرد آدمی که قول میده هیچ وقت دروغ نگی. یکی دو روز بهمن جاله یا آدمای دیگه با تماس میگیرن، جواب تلفن هیچکیو نده، از خونه هم بیرون نرو. اینا میخوان ربطت بدن به اون ماجرای زدن بهمن، میخوان وارد یه بازی پیچیده بکننت که به چیزی اعتراف کنی که اصلا کار تو نبوده. هیچ کاری انجام نده، فقط همون کاری بکن که من ازت میخوام. باشه؟ میتونم به دلت مینون کنم؟ زنگ بزن به پگاه بگو میدونی که فیلم های خالقی رو گذاشته رو اینترنت. بهش بگو قاتل مادرش رو میشناسی. اینه که بگی خودش سر کلش پیداش میشه. من چرا باید همچه حرفی بزنم؟ من از کجا میدونم قاتل مادر پگاه کیه؟ به وقتش میفهمی. وقتی مطمئن شدم روبروت نشسته خودم بهت میگم. تو این چیز رو از کجا میدونی؟ الان وقت پرسیدن این سوال نیست. باید این قضیه رو تمامش کنیم. دوست دارم دفعه بعد که با هم صحبت میکنیم فقط حرفای خوب بزنیم. چرا دکتر روانشناس نیستی؟ نه واقعا نقاشی. این چه سوالیه؟ فقط یک کلمه بهم بگو دکتر روانشناسی یا نه. خب معلومه نه. البته بهم گفته بودی که ممکنه بهم دروغ بگی. با پگاه تماس بگیر، بگو بیاد پیشت. به بهمن اطمینان نکن، اون خودش سر اصلی همه این ماجرا هست. اگه میخوای بفهمی که همه این چیزا رو داره میبر جلو، یه بهونه بیار ازش جدا شو. هر وقت ازش جدا شدی آدرس بهت میدم، فقط سعی نکن با ما بازی کنی. من یه کاری برام پیش اومده، اگه میشه همینجا پیاده شم. اگه جایی میخوای بری میرسونم. نه نزدیکم، خودم میرم، همینجا پیاده شم. بگرد پیاده شم. Thank you.
عالم، باید خیلی زود ببینمت. اگه جایی هستی که من میتونم بیام اونجا، لطفا به هم آدرس بده، من بیام سمتت. میترسی نه؟ من 100 سال دیگه هم نمیترسم این داستانا. بچی یکی هفته کشیده ترسیدی دیگه. نمیدونم کجاست خب. بعد اون قضیه از کجا بفهمم کجا گم و گور شده؟ خدا وکیلی اگه میترسی خودم برم بزنمش. بابا نمیترسم، تو هم هی داری اینو میگی ها. میگم نمیترسم دیگه. ولی بعد حساب کتاب کنیم بریم سر وقتش. یارو این جوجه خلافکارا نیستش که. ساعتش بالاست. مگه تو ساعتت پایینه؟ خب به بالای ساعتمون نیست. یارو مهدادو زده، رفیقتو زده، ساعت این و اونو واسه من بالا پایین میکنی؟ تو اول به من بگو کجاست؟ اگه من نرفتم بعد اینجوری سر من داد بزن. به نادر میگم جاشو وسط پیدا کنه، خیالم راحت باشه دیگه، نمیترسی دیگه. باز گفت نمیترسی. با میخوای بزنم اینجا خودمو جر بدم تو بفهمی من نمیترسم؟ نمیخواد خودتو جر بدی، برو کسی که مهدادو زده رو جر بده. خبرت میکنم. خیلی خوب. چطوری میتونی این پسر جهان رو پیدا کنی؟ یه کسی که میشناستش باید بکشونتش به یه آدرسی. کی مثلا؟ نمیدونم. جاله پیغام داده باید ببینمت. کی؟ همین الان. خب چیکار داره؟ نمیدونم، ولی فرصت خوبیه. هم میتونیم ببینیم جاله چیکار داره با من، همین که بهش بگیم زنگ بزنه رد جهانو بگیره. او زنگ بزن بهش. الو سلام. زنگ زده بودی؟ آره زنگ زدم بر نداشتیم. خب خواستم ببینمت. کجا؟ آدرسو میفرستم واسات. باش الان آدرس میفرستم. مهران آدرس یارو واسات فرستادم، معطل نکنی ها. خیالت راحت رواله. نمیدونم باید چیکار کنم. نمیتونم به پلیس خبر بدم، نمیتونم همینجوری ولش کنم. الان وقت این حرفا نیست. آرمین آدم کشته، میفهمی یعنی چی؟ زده زندگی یه سری آدم رو داغون کرده. ببخشید بالاتر از کشتن دیگه چی هست؟ اینقدر این کلمه رو نگو. من فکر میکردم یه عمر سالم زندگی کردم، حالا نگو وسط یه سری آدم خلافکار دارم زندگی میکنم. و از اون پسرم که فکر میکردم نابغه است، حالا آدم کش از آب در اومده. زنی که عاشقشم میلیاردی اختلاس میکنه. به کی برم بگم؟ وقتی فکر میکنم چه بلایی سر تو میاد داغون میشم. این زندگی داره منو خفه میکنه. میخواستی منو لو بدی؟ نمیدونم میخواستم چیکار کنم. تو به خاطر همین اومدی دنبالم نه؟ اومدی دنبالم من مستقیم آوردی خونه که تو را فکر دیگه ای به سرم نزنه ها؟ تو زنگ زدی گفتی کارم داری. من میخواستم فقط باهات حرف بزنم، ولی تو عمدن من آوردی خونه. ببین من باهات درد دل کردم، ولی تو میخواستی به پلیس گزارش بدی. چیکار باید میکردم؟ نمیدونم چیکار باید بکنم. احسان اگه الانم بری با پلیس صحبت کنی هیچ کس حرفتو باور نمیکنه، چون هیچ مدرکی نداری. در مورد آرمین که صدای ضبط شده مدرک محسوب نمیشه. در مورد منم بازرسه خودشون در جریانن. کاشی چی نمیدونستم. چرا بهم گفتی چیکار کردی؟ برای اینکه دوستت دارم، برای اینکه فکر کردم منو درک میکنی. اینکه پول مردم بالا کشیدی درک کنم؟ اینکه دارم خودم برای آینده خانواده له میکنم و درک کنی. ببین تو هر چی بگی فکر میکنن دیوونه ای،
من و آرمین انکار میکنیم، بعد فکر میکنن تاثیر داروهایی که داری میخوری. آره قرصایی که من میخورم تعداد بالاش آدمو گیج میکنه و نفهمه چی میگه. تعداد بالاترش آدم سکته مغزی میکنه. اینو میدونستی نه؟ ها وارث همه داروهایی که میخوری رو میدونم. آره تو میدونی، همه چی رو میدونی، همه چی. تو به خاطر اینکه به هدفت برسی دست به هر کاری میزنی. ببین دو تا راه داری، یا چیزایی رو که میدونی پیش خودت نگه داری و زندگی تو بکنی، یا همه چیزو خراب کنی. ولی من نمیذارم چیزایی که ساختمو خراب کنی. پرویز اگه برجا رو بفروشه دیگه هیچ کاری نمیشه کرد. میری جای خودش رو گم و گور میکنه، دست هیچ کس هم بهش نمیرسه. پرویز آدماشو فرستاده خونه من، همه مدارکو بردن، سندای زمینم بردن. آرمین ازت خواهش میکنم به من زنگ بزن، من به کمکت احتیاج دارم. Du skrattade allt skämtsamt, men ändå sa du ja till slut. Du sa en middag men sen inget mer. چی هست رو دنبال منی؟ شما چی میخواییم؟ موضوع هم بلایی سرت بیاد. میترسم خود شما بلایی سرم بیاریم. تو نگران بقیه باش، از طرف ما هیچ بلایی سرت نمیاد. خیالت راحت. اگه حسابتون نقب پاکی چرا نمیگی کی هستی؟ چرا قایم موشکبازی را میندازیم؟ واسه چی بیمارست منو فراری دادیم؟ چرا همه کارتون یواشکیه؟ ببین اصلا الان وضعیت تو جوری نیست که بتونم چیزی بهت بگم. متوجه میشی؟ باشه من دارم میرم اینجا توالت، گفتم قبلش بهتون بگم. تو ببینی همین حالا وارد سایت تلویکا شوید و 7 روز تست کاملا رایگان دریافت کنید. تلویکا حالا گوشی دست حالا شما درونه
جلو. بشین اونجا. بشین اونجا. بشین. چه خبر؟ این مسخره بازیه چیه؟ باز نصرت از این بازیه مسخره رو انداخت؟ جرأت یا حقیقت رو این فرنگی بازیه؟ با من گفتم میمونی بیاد یه حالی بهش بدیم، یه تقلید صدایی، پشتکی، چیزی، نه که این خز بازیه در بیاره. مزخرف نگو، زیر این برگار امضا میکنی، من برشو میدارم میام پی زندگیم، تو هم میری به باقی میمونیت میرسی. فقط به جون پرویز فرستادتت؟ من وقت حرف زدن ندارم، هرچی هم به آخر وقتم نزدیک میشم حوصله‌ام بیشتر سر میره. زیر این ورقه رو امضا کن. میدونی این تو چی نوشته؟ پرویز ازم میخواد همه زندگیمو دو دستی تقدیمش کنم، اونم الان که پیش فروش برج سود شرکت رو چسبونده به سقف. مقابل پرویز چی به من میده؟ میذاره زنده بمونی، امضاش کن. عجب. فکر کنم شما خیلی خودتون رو دست بالا گرفتید، نه؟ بشین سر جات. میمرچه جون برو اون پرویز بگو اون ادایی که واسه من در میاره یه ذراش واسه اون مروارید مارمولک در میآورد که اونطوری تو همه تصمیمات مهم افسارشو نمیگرفت دستش. گفتم بشین سر جات، برگار امضا کن. بجام الانم بهش بگو ما واسهش خطر نیستیم، اونی که باید بنشونه سر جاش مروارید، نه من. بشین. سب کن الان میام. بروشین. جون من اومدنی نمیدونم ماشینم چه شد، گذاشتم چند تا کوچه پایین تر، میگم زحمت نمیشه منو تا اونجا برسونی؟ نه دیگه سوار شو بابا بیاره. خواهش میکنم. خیلی ببخشید. خواهش میکنم. میخوای تا خونه برسونمه؟ تا میخوای چیکار کنی با این ماشین خراب؟ نه قربونت برم، زنگ میزنم امداد خودرو میان دیگه، درستش میکنم. ماشین خرابه که نمیشه گذاشت تو خیابون که. ماشین تو که نو بود بابا، نوهاشون بدترن که. بری عزیزم ببخش. کجا برم؟ میدونو عزیزم دور بزن برو بالا. بالا. مرسی. فقط دیگه بهم بگو دیگه کجا باید به بیچرم آیگم. باشه حتما. ببخشید خیلی زحمت شد برام. نه خواهش میکنم. مرسی عزیز دلم. برم. خیلی خوب. این کوچه نه کوچه بعدی رو باید بپیچی سمت راست. آره اگه اشتباه نکنم. همین همین مرسی. اینجا سست. خیلی خوب بزنه گردن پیادش. همین ماشینه. آره ازم همون. خیلی خوب. مراقب خودت باش. برم ممنون. زی بابا. برو دیگه.
سپر در نگرد گذره کن وقتی زن میگیری سن دختره کلاس زبان رفتن این داستانه من داره دیگه بلوف میزنی اگه تا 10 دقیقه دیگه با برگاه امضا شده تو ماشینم باشم آدرس واسات میفرستم اگه نه یکی پیششه که با ما گورش کنه میدونم که زنتو خیلی دوست داری خوبه که آدم زنشو خیلی دوست داشته باشه ولی باید حواست بیشتر بهش باشه ببین این غذا یا تموم میشه این ورا نمیتونی زندگی کنی ها میرم اون ورا اون ورم پیدات میکنم آبا این قضیه تموم شد من نمیخوام زندگی کنم خیالت راحت شو بشین اینا رو امضا کن از کجا بفهمم اینا رو امضا کنم ولش میکنی؟ مجبوری امتحان کنی کار دیگه نمیشه کرد